اگر به خاطر داشته باشید در چند هفته گذشته مجموعه برنامه‌ای رو با مهدی جلالی تهرانی آغاز کردیم که از مبنای ماهیت حکومت در باور حاکمان امروز ایران صحبت میکرد و به واسطه اون نگاهی به پیشینه تاریخی داشتیم و صحبتهایی که آقای جلالی تهرانی از اون به عنوان نوعی نگاه تازه به تاریخ اشاره کردند و در فرازهایی با جنجالها و البته انتقاداتی هم همراه بود. برخی از کنشگران در عرصه‌های گوناگون اعتراضاتی رو به همون برنامه داشتند و البته نقطه نظراتی رو هم مطرح کردند. چه خطاب به من که مجری برنامه بودم و چه خطاب به ایشان که مهمان و کارشناس برنامه بودند. از همین رو همونجور که مطلع هستید قرار شد تا در برنامه‌های دیگری هم ما بحث‌های گسترده‌تری رو باز کنیم. برخی از همکاران تلویزیونی نیز با انگوش گذاشتن روی همین موضوع خواهان برپایی مناظره با حضور اونها شدند که به دلیل اینکه خود این عزیزان دارای برنامه در همین شبکه تلویزیونی هستند و تریبون لازم برای بیان آرا و عقایدشون رو دارند و میتوانند از آقای جلالی تهرانی هم دعوت کنند که در صورتی که ایشون هم دعوت اونها رو بپذیره در برنامه هاشون شرکت کنه، طبیعتاً چنین مناظره‌ای کاری عبث به نظر میرسه و این حق بایستی در اختیار کسانی قرار بگیری که از تریبونی برخوردار نیستند. پس دارندگان برنامه ها در همین رسانه توقع نابجایی است که توقع داشته باشند ما از اونها دعوت کنیم در این برنامه حضور هم داشته باشند و بخواهند مناظره کنند، چون خودشون به هر حال تریبون برای بیان عقاید و آرایشون دارند، به درست یا غلط. باز هم تاکید میکنم که اون چه ما در طول برنامه هامون مطرح کردیم نوع نگاه به تاریخ ایران زمین هست. از زاویه دیگر ممکنه برخی ها قبول نداشته باشند، ممکنه برخی ها قبول داشته باشند. مهم شکستن این رکود، شنیدن حرف های گوناگون، به بحث گذاشتن، به نقد گذاشتن و سربر کشیدن از بوته نقد و نظر به جهت تکمیل دانش و آگاهی است که زمینه بهینه تری از بازشناسی پیشینه تاریخی ما رو در اختیارمون قرار میده. انتقاداتی هم مطرح بوده، صحبت‌هایی هم مطرح بوده، خصوصا اون بخش که به تاریخ برخورد دو تمدن، یکی تمدن ایرانی و دیگری تمدن بیزانسین در دنیای باستان در حقیقت با حمله اقوام مسلمان، اعراب مسلمان که از صحرای حجاز بیرون آمدند با این دو تمدن مهم ایجاد می‌کنه. و نقطه نظراتی که آقای تهرانی مطرح کردند در همین برنامه برخی ها رو واداشته تا صحبت هایی رو مطرح کنند. برخی از این ایرادات کاملا سخیف و نابجاست و متاسفانه نوعی ملیگرایی ناسیونالیستی غلط با اطلاعاتی که ریشه های نادرست داره، چون من دقت کردم به برخی از این موضوعات و پیگیری های کوچک که همش انجام دادم، خیلی ساده میشه فهمید که اینها اینطور نیست. البته چیزی هم بگم که حجم این گفتمان‌ها و اعتراض‌ها شک برانگیز هم هست، چون اولا حجم بزرگی نداره، بیشتر از طریق اکانت‌های فیسبوکی بعضن جعلی مطرح می‌شد و جالب اینجاست که با یک فاصله زمانی معین و مشخص که گویی از یک کانال یا یک اتاق فکر مشترک طراحی و ارائه شدند هم مطرح می‌شن که حالا چون من دلیل ندارم هیچ اتهامی رو هم وارد نمی‌کنم. مهم بحثی است که آغاز کردیم، مهم نگاهی است که جریان پیدا کرده، مهم این حالت گفتگو است و تا این حالت گفتگو پرسشگری، توجه جلب کردن و بازخوانی تاریخ مطرح باشه، طبیعتاً ما میتونیم ریشه های بهتر رو پیدا کنیم. مؤکداً همین مسئله رو عرض میکنم، آنچه ما به دنبالش هستیم رسیدن به بخشی از فراز تاریخ ایران زمین هست که در اون شکوفایی علمی در ایران در دوران استیلای حاکمان مسلمان بعد از دوره امویه شکل گرفته و سپس هم آنچه که شریعت مداران، کسانی که پیرو امام محمد غزالی بودند، در ایران بر اساس اون کانون و نقطه بنیادین تفکری که امروزه در قالب حکومت اسلامی سرزمین ما رو در بند داره ایجاد کرد. ما برای بازشناسی همین تفکر و بازخوانی پرونده‌ای که به ایجاد حکومتی مانند جمهوری اسلامی انجامیده و زمینه‌های فرهنگی پیدایش چنین فاجعه‌ای در تاریخ ملی کشورمون هست که این برنامه رو پیش می‌بریم. قصدمون هم بازخوانی تاریخ نیست، اگرچه شخصا اعتقاد دارم که در فرازهای گوناگونی از تاریخ ما با قلوبه‌های بیشمار روبرو شدیم و حقیقتاً تاریخ رو از نگاه رمان نویسان دیدیم، نه از تاریخ نویسان، نه از کسانی که فکت ها و دقت ها رو به کار میبرند. پیش از آغاز بحث با آقای
جلالی تهرانی، مهدی جلالی تهرانی در برنامه امروز هم این نکته رو داخل پرانتز می‌ذارم. گروهی از شما عزیزان برخی از شما عزیزان، چون واقعا همونجور که عرض کردم تعداد دوستانی که در این زمینه به من معترض هستن تعداد واقعا چشمگیری نیست، اگرچه من امیدوار بودم که بیش از این حرف ها حضور این گفتگو در میان توده مردم بتونه زمینه رو فراهم کنه، اما بد نیست که اشاره کنم. در جایی من گفتم که ساسانیان به طور سیستماتیک نسبت به نوعی فراموشکاری، نوعی در حقیقت هخامنشی زدائی از جامعه خودشون در پیش از انقلاب فعالیت داشتند. برخی ما رو متهم به گفتگوی بدون در حقیقت مدرک کردن. من پیشنهاد میکنم مشخصا به آنچه که مجموعه مقالات آقای دکتر یارشاطر هست در همین زمینه، مشخصا در همین زمینه، یا کونت هافمن، اشاره میکنم به این دوتا اسم. پیگیری کنید، مطالعه کنید مدارکی که در ایرانیکا در همین زمینه وجود داره، خصوصا مقاله دکتر یارشاطر در دقیقاً این مسئله که چرا ساسانیان هخامنشیان رو به فراموشی سپردند، آیا این نوعی فراموشکاری تاریخی بوده یا نوعی فراموشکاری سیاسی، و مجموعه مطالعات و تحقیقات دکتر تورج دریایی و دانشگاه کمبریج که روی همین مسئله به طور حرفه‌ای کار کردند و 400 صفحه ژورنال علمی بسیار فاخر در همین زمینه منتشر کردند که برخی از صفحات اون درست انگشت روی اختلافات مذهبی، نوعی مشروعیت سازی و البته نگاهی به چهارچوب و ساختار حکومت در دوره ساسانیان و نیاز به فراموشکاری، نوعی فراموشکاری سیستماتیک رو هم میکنه. امیدوارم که همین منابعی که معرفی کردم کفایت کنه که برخی دوستان مطالعه کنند. ما هم خواهیم کوشید در آینده با دعوت از دوستان دیگری مانند آقای دکتر دریایی همین بحث رو باز کنیم تا زمینه این گفتگو بر اساس مستندات تاریخی، نه رمان و نه قلوه‌ها، مطرح بشه و بتونیم در نظر بگیریم که برخی از چیزهایی که برخی دوستان به ما گفتند فرق میکنه. خب اجازه بدید که با همین مقدمه کوتاه و با توجه به این جمله که انسان سالهاست دلش خواسته یک فرشته مغضوب از بهشت رانده باشه تا ما حاصل تکامل میمون، بریم و به برنامه امروزمون بپردازیم با دیدی بازتر، صادقانه تر و فکت گرایانه تر به تاریخ. من و مهدی جلالی تهرانی رو همراهی کنم. درود بی پایان، مهدی جلالی تهرانی در سان فرانسیسکو. درود بر شما آقا زمانی، خوشحالم در خدمتتون هستم. خب من همینجا بگم برنامه ما در حالی ضبط میشه که از شما دعوت شده در یک مناظره‌ای با خانم میرزادگی در برنامه‌ای به مدیریت آقای کاردان حضور داشته باشید. قطعا اون برنامه زودتر از برنامه ما به صورت زنده پخش میشه، پس اینجا اینو بگیم که شما واهمه ای از روبرو شدن یا مواجه شدن با کسانی که نظراتتون رو نقد میکنن یا به چالش میکشن ندارین، چون این اتهام از اتهاماتی است که من زدن که اگه شما نمیترسین چرا یه مخالف نمیارید. من مخالفی که بتونه این توازن رو ایجاد کنه پیدا نکردم که روبروی شما بشونم، و قصد من مناظره نبوده، قصدم ایجاد یک گفتمان بوده. حتما همینطور هستش. بله، به خاطر اینکه ما برحال تا اونجایی که من دنبال میکنم و سعی میکنم وفاداریم رو به متون علمی و تحقیقات علمی حفظ بکنم، باید این کردنشال، این اعتبار رو شخصی داشته باشه و بتونه بیانش بکنه که ما برخوردمون با هر مسئلهی و هر پدیدهی برخورد علمیست و اسمی در کار نداره. حالا شما اشاره کردید در مقدمه خودتون به ناسیونالیسم، به چیزهای مختلف، اسمی در کار نداره. ما میخوایم یک سری چیزهایی رو کشف بکنیم، یه چیزهایی که نمیدونیم. یعنی اولین مسئله برای من در مناظره با هر کسی از جمله حتی خانم میرزادگی، اول اعتراف به این هستش که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، بعدش میشه تازه صحبت کرد. بسیار سپاسگزارم آقای تهرانی. من چند تا سوال هست حتما باید بپرسم، چون اینا واقعا سوالاتی است که در بحث دفعه قبلمون مقفول مانده، منم از شما نپرسیدم، با اینکه یکی از این نکات حتی در ذهن من بود که با شما مطرح کنم، اما به هر حال فرصت نشد. ولی خواهش می‌کنم خیلی کوتاه به اینا پاسخ بدید که به اصل بحثمون که دوره شکوفایی علمی در ایران هست که بعد از قدرتمندی سلاطین عرب هم هست، به این هم بپردازیم.
نکته اولی که بسیار مهمه، فاصله زمانی است بین فتح مصر در دوران خلفای راشدین و اونچه که به جنبش ترجمه شما ازش اشاره کردید، چیزی حدود 150 سال فاصله است میان این دو. و در همین دوران اگر هم دقت کنیم میبینیم که در همین مصر که یک فرهنگ کهنی داره، یا در حوزه کارتاش که فرهنگ کهنی داره، در همین سالها زبان بومی این مناطق همه از بین میره و زبان و فرهنگ غالب کاملا عربی خواهد شد. آیا فکر میکنید که رفتار فاتحان عرب در بد و امر قابل تفکیک باید باشه از رفتار حاکمان عربی که بعدها به حکومت رسیدن؟ یعنی واقعا گفت در این 150 سال عرب ها پیشرفتی کردند، به بلوغ و ظهوری رسیدند که در ابتدا نداشتند، و اگر نه شما اون رو مثال میزنید، پس چرا ما امروز شاهد زبان مصری، زبانهای کارتاژی یا سایر نمادهای فرهنگ کارتاژی در اون جامعه نیستیم؟ بله، ببینید، من از فتح مصر توسط اعراب این رو خیلی کوتاه هم بهش اشاره میکنم، نکاتی که گفتید. ببینید، ما قبل از اسکندر ایرانی ها حدود 150 سال تا 200 سال در واقع مصر رو تسخیر کرده بودند و در اختیارشون بود. ولی الان شما به موزه مثلا متروپولیتن نیویورک برید، به لوور برید، وقتی که قسمت مصر رو میبینید یه قسمت خیلی اولد، قدیمی، باستانی میگذارن، که البته ما اطلاعاتمون در اون زمینه کم هستش. اون زمان اتفاقا زن سالاری بوده، ما تمدن خیلی شکوهمندی هستش اونجا. بعدش قسمت میانی مصر معمولا که قسمت فرعون ها هستش، همون که ما میشناسیم و دوران حدود 4000 سال اینطورا پیش هستش. بعد از اون میایم به مصر دوران یونانی میرسیم که در واقع دوران اسکندر هسته. شما نگاه میکنید میبینید که همون مومیایی ها وجود داره، فقط چهرش یونانی شده، صورت کامل، بعد مثلا برگ زیتون بالاش داره. کاملا تمدن مصری و یونانی رو در کنار هم میبینید، میبینید اینها با هم همزیستی دارن و همدیگر تکمیل کردن، که اثرات اسکندره. اسکندر هیچ تمدنی رو در اونجا از بین نبرده. این که میگن تمدن رو در ایران از بین برده از کینه ای که به خاطر آتش سوزی آتن داشته، معلوم نیست، حتما درست باشه، قطعی نیست. و از طرف دیگه به هر حال یک چیز دیگر رو ثابت میکنه، اینه که ایرانی ها میرن مثلا در آتن آتش سوزی میکنن، حتی هم هخامنشی، یعنی شهر رو از بین میبرن، که یک تمدن کاملا، چون میدونید که ما اصلا اگر دقیق حرف بزنیم تمدن یونان وجود نداره، این بی‌معناست. بعد بگیم تمدن آتن، چون اسپارتا مثلا تمدنی نداشتن. بعد بر مبنای این ما دوران اسکندر رو میبینیم در موزه ها، در حالی که از دوران 150 سال یا 200 سال ایرانی ها در مصر هیچ نمادی نداریم. یعنی معلوم نیستش که اینها به اون تمدن افزوده باشن، ایرانی های گذشته. برگردیم رو همین تاریخ فتح مصر، چون فرصتمون هم کوتاه خواهد بود، هی فرمید حرف مهم بعدی رو نداشته باشیم. ببینید، من میخوام بگم که مصر در زمان خلفای راشدین فتح میشه و حتی امر آس، کسی که از طرف معاویه به فرمان روایی مصر بعد از صلح معاویه با حسن ابن علی ارسال میشه، فرزند ابوبکر، فرزند عمر ابن خطاب رو، یکی از خلفای دومین خلیفه راشدین رو میگیره و در پوست شتری یا پوست بزی میکنه و او رو زنده زنده در آتش میسوزونه. یعنی ما یه همچین صفاکی رو هم در همین بخش از تاریخ میبینیم. اما در همین جا 150 سال بعد، همونجور که شما فرمودید، نهضت ترجمه شروع میشه. میشه مشخصا میان رفتار فاتحان عرب و حاکمان نسل بعد اونها که حدود 100 سال فاصله دارن تفاوتی قائل شد؟ یعنی این برهه زمانی رو میشه از هم تفکیک کرد یا نه؟ ببینید، اون قسمتی که امرو آف چیکار میکنه، صفاکی ها چی وجود داشته، اینها، ما فقط دو سه تا منبع در اون زمین، در واقع یک منبع داریم، بیهقی رو داریم. ببینید، ما اصلا نمیدونیم، آثار باستان شناسی کشف نشده، چیزی که ما بتونیم مثلا جامعه غربی هم بهش نگاه بکنن. الان ما دوران ژنتیک هستیم، دوران دی ان ای داریم زندگی میکنیم. از حدود 4-5 هزار سال پیش هنوز
در بسیاری از سنگ‌ها یا جای دیگه، بلکه بیشتر نزدیک 9000 سال 10000 سال پیش هنوز آثار بدن استخونی وجود داره که شما بتونید ببرید و پردازش بکنید و دی ان ایش هنوز زنده باشه. بنابراین الان ما در یه دوره دیگه هستیم، ما الان بیهقی نمیخونیم الزاماً، که معلوم نیستش که تا چقدر درست بوده، چقدر افسانه توش داشته و اینها. یکی در این مورد که واقعا ایرانی ها در یعنی اعراب در مصر و اینا چیکار کردن دقیق نمیدونیم، اول باید زیر سوال قرار بدیم. مثلا در مورد اورشلیم میدونیم که اورشلیم رو نسوزوندن. خب الان آثار باستانی اورشلیم چه مال یهودی ها چه مال مسیحی ها برقراره، وجود داره. بعد هیچ کسی تو تاریخ اینو نمیگه. اسکندریه رو نگاه میکنیم میبینیم نسوزوندن. دقیقاً زلت های مسیحی و حواریون در طرفدارای مارک حواری اومدن اونجا رو سوزوندن، پشیا رو که اون زن معروف بله اینو در برنامه قبلا اشاره کردیم بهش. آقای بله شما معتقدین که تحقیقات جامع تاریخ شناسانه باستان شناسی روی این موضوع انجام نشده، درسته؟ در مورد نهضت ترجمه اینو اضافه کنم. جنبش ترجمه که یک دفعه مثلا 4 تا دانشمند به وجود نمیاد. عرب ها دانشمندشون کجا بود؟ خب عرب ها دانشمند نداشتن. این رفته رفته طول شکل گرفته، در چند نسل شکل گرفته. اولین جایی که گفته میشه اینها اکسپوز شدن، یعنی یافته دسترسی پیدا کردن، یافته کتاب دیدن و کتاب‌های خیلی زیادی دیدن، کتابخونه مصر بود که تازه توسط مسیحا سوزونده شده بود، یعنی بخش بسیار اندکیش ازش مونده بود. بعد اینها از کجا آوردن کتاب‌های یونانی رو ترجمه کردن؟ در همون نهضت ترجمه‌ای که 150 سال بعدش به خصوص توسط مأمون نهادینه میشه، از قبل وجود داشته، این کتاب‌ها ترجمه می‌شده، ولی در اون زمان مأمون این دانشمندا کنار هم قرار میگیرن و قدرت سیاسی میاد پشت سرشون، درسته، که بخواد رو انجام بدن و گسترش بدن. برابر این 150 سال میتونه براش منطقی باشه که جرقه اولیه نظر ترجمه باید از یک منبعی باشه، بالاخره یک جایی باید این کتاب وجود داشته باشه، کتاب افلاطون مثلا، جمهوریش یا چیز دیگه، اونجا کتابخانه مصر بوده. بنابر این بعید به نظر میرسه که اونها سوزونده باشن. خب نکته بسیار مهم دیگر هم همینجا، وقتی ما این رو مقایسه میکنیم با فصلهای بعد تاریخ کشورمون، فیلمثال حمله اقوام مغول به ایران که در دوره ایست که کتابت به سبک امروزی رایج‌تر بوده و اسناد بیشتری مکتوب باقی مانده، ما شاهد این هستیم که فاتحان مغول سرها بریدند، از کشته ها پشته ساختند، یا مثلا تیمور لنگ دیدیم چه کرده، اما همین تیموریان یا گورکانیان یا دیگر سلسله هایی که حاکمان در حقیقت فاخر رو هم به ایران دادن، ما مثلا مسجد گوهرشاد رو از دوران پادشاهی شاهرخ داریم در ایران، پادشاهی که اصالت مغولی داره و بعد به گسترش فرهنگ در سرزمین ما چه کمک ها که نمی کنه، یا در سلسله گورکانیان ما همین رو میبینیم. آیا میشه مقایسه کرد که اون چه که در ایران هم اتفاق افتاده یا در دوره حمله اعراب حتی به اون سمت هم اتفاق افتاده، چنین روال تاریخی رو طی کرده؟ اتفاقا مثال خوبی میزنید. ببینید من معذرت میخوام، اینو من فقط داخل پرانتز قبل از اینکه شما بگید اینو بگم، من نگاه شما رو به عنوان یک کسی که از جنبه امنیت بین الملل به تاریخ نگاه میکنه دارم میپرسم، نه به عنوان کسی که اسناد تاریخی رو ورق میزنه. یعنی میخوام ببینم مطابق تئوری های امنیت بین الملل یا دولت سازی، قدرت سازی، تمدن سازی، این قابل فهم هست؟ ببینید من امنیت بین الملل گسترده میکنم، بیشتر اگر کلمه علوم سیاسی رو به کار ببریم بهتره، برای مسئله استیت بیلدینگ، یعنی ما بدونیم که چجوری کشور سازی شده در جاهای مختلف و قدرت چجوری توزیع شده، شهرها چه نقشی داشتن. ما در مورد مغول هم ممکنه که با اغراق زیادی روبرو باشیم، در مورد اینکه کشته و مثلا آدم کشتن و چش در بردن و جسد روز جسد کوه درست کردن، از این حرفا خب خیلی زده شده. معمولا یه همچین چیزهایی در یه عددهای معقولی باشه. حتی در مورد آقا محمد خان چیزهایی میشنویم که معلوم نیستش که خیلی معقول باشه این عددها توی تاریخ. ولی مغول از قرار یه کاری کرده، این رو هم من با تردید میگم، نشانه هایی براش وجود داره. از قرار خیلی هدفمند سعی میکردن شهرهای ایران رو از بین ببرن.
به خاطر اینکه وقت قبل از مغول ما شهر تعداد خیلی زیادی میبینیم، جمعیت های بالای 200 هزار نفر 300 هزار نفر در یک جا متمرکز شدن، جامعه دارن زندگی میکنن، ولی بعد از مغول ما یک دفعه میبینیم شهرهای ما به شدت از بین رفته، حتی شهرهایی که چون زمان اعراب عرب ها وارد شهر به معنا نمیشدن، یک گریسون تاون، یک شهر در واقع نظامی کنارش می ساختن، مثلا شما استخر رو میبینید، باشوش رو میبینید، اغلب این کار رو انجام دادن، یا مثلا بغداد خیلی شهر جدیدی هستش، اینها رو در کنار تیسفون مثلا شهرها رو کنار هم می ساختن، بنابراین فرماندهیشون رو مثلا اعراب در خود شهر نداشتن، مردم در شهر زندگیشون رو میکردن. در مورد مغول‌ها من برگردم بهش، مغول‌ها سیستم آبرسانی ایران رو مثلا که از بین بردن، سیستم آبرسانی شهری، چون شما آب شهر رو از بین ببری شهر نابود میشه، لزومی نداره آدم بکشید. ببینید حرف گاهی اوقات خیلی رمانتیک میشه، ما تو تاریخ که میخونیم و جنبه علمی نداره، مثلا فرض کنید 3000 نفر آدم بکشه، خب کار سختیه، کار غیر منطقی هم هستش، ولی وقتی که سیستم آب شهر رو از بین ببری، حمام های عمومی رو از بین ببری، این امکانات از بین ببری، شهر نابود میشه، خیلی خطرناکتره. و از قرار مغول ها در ابتدای امرشون این کار رو انجام دادن، بعد یواش یواش اونطوری که خب همه میدونن نومد هایی هستن که فرهنگ محیط خودشون رو جذب میکنن و حتی بهش اضافه میکنن، که اشاراتی مثال هایی بود که به درستی بهش اشاره کرد. آقای جلالی، در همین دوران ما به فصل شکوفایی علمی در ایران میرسیم، این شکوفایی علمی که درش بو علی سیناها، بو ریحان بیرونی ها و بسیاری از فاخران عرصه علم تا به خیام ها ظهور پیدا میکنند و تجلی پیدا میکنند، بحثی در سر تا سر این پهنه امپراتوری بزرگ اسلامی است که از شرق تا غرب رو گرفته، این امپراتوری عربی اسلامی است که کل جهان شناخته شده اون زمان رو تقریبا در استیلای خودش داره. چرا اینها در ایران ظهور میکنن؟ چرا ما در مکه یا مدینه شاهد ظهور هیچ عالم دانشمندی نیستیم؟ در تمام این دوران ما هیچ کسی رو نمی‌بینیم که در مکه یا مدینه ایجاد بشه، به استثنای برخی روایات که از کلاس‌های درس جعفر ابن صادق در دوره جابجایی قدرت بین امویان و عباسیان به روایت شیعیان در مدینه صحبت میکنه، ما شاهد هیچ کلاس درس یا مکتب یا دانشمند شناخته شده عربی که از حجاز آمده باشه نیستیم. بله، ببینید، من البته علاقه‌مند هستم که یه مقداری به دوران باستان هم و اطلاعاتمون اونجا هم اشاره بکنم، اما حالا من ابتدا این سوال شما رو جواب بدم. من اینو اتفاقا در بار گذشته و دفعه قبل توضیح دادم، توضیح هم نکته بسیار مهمی درش هستش. اتفاقا این مسئله از معاویه شروع میشه، من توضیح دادم که معاویه حضورش در تاریخ باعث شد که اسلام از شبه جزیره عرب خارج شد، رفت به سمت روم بیزانتین، رفت کنار دریای مدیترانه، در شرق دریای مدیترانه با تمدن رومی خودش رو سازگار کردش. آثارش الان داریم میبینیم، مسجد اموی رو نگاه بکنید، معبد جوپیتره، پایینش اصلا هیچ کدوم حذف نشده، روش ساخته شده، چیزی رو نابود نکردن. ایا صوفی رو پیشنهاد کردم که حالا البته سالها بعدش توسط محمد سلطان محمد فاتح گرفته میشه، ولی به هر حال نابود نمیکنن اونجا. بنابراین اسلام در واقع در عرض حدود 200-300 سال، خیلی زودتر، تو همون شاید چند دهه اول 100 سال ابتدا، یواش یواش از شبه جزیره خارج میشه، جنگ داخلی که برای علی به وجود میاد و بعد عملا دیگه اولاد محمد نقش مهمی ندارن و این دو تا بال پیدا میکنه. یک بال میاد به سمت نیشابور و سمرقند و بخارا، در واقع به سنترال ایژیا میاد، آسیای مرکزی. یک بال دیگهش میره به سمت کوردوبا و اندلس و اونجاها. خود بغداد و اون اطراف بغداد هم البته صاحب تمدن بوده، چون کسانی که از بغداد رفتن به اندلس حدود شاید 200-300 سال بعد، اونجا حتی میان توضیح میدن، یعنی اینا آثارش هستش، میگن که ببینید مردم تو بغداد، یکیشون بوده که نمیدونم مترجم بوده یه کسی بوده، حالا به هر حال رفرنساش وجود داره، میاد توی اندلس به مردم اسپانیا برمیگرده، میگه که
مردم در بغداد موهاشون رو کوتاه میکنن، زنها موهاشون رو کوتاه میکنن، آرایش ها اینجوری میکنن، یعنی در واقع یک جور تمدن شیک پاریسی رو که اون بغداد اون موقع داشته معرفی میکنه به اندلوسی که شما باید شیک بشید، زندگی مثلا شهری شیکی داشته باشید. اینها وجود داشته. به همین جهت شما دانشمندی طبیعتا در شبه جزیره نمیبینید. شبه جزیره از همون حدود 10 سال اولی که بعد از درگذشت محمد، شاید حدود فرض کن به عمر و عثمان رو هم حساب بکنید، بعدش دیگه شبه جزیره هیچ چیزی نمیبینید تا به امروز، یعنی تا حدود مثلا نزدیک به 100 سال پیش که آل سعود میان و حالا به هر حال به نوعی یک حالت کشور پیدا میکنه که تازه باز دانشمندی تا این لحظه به اون معنا تولید نکرده. این مدت تمام شبه جزیره برای حدود 1400 سال فقط دعواهای قبیله‌ای هستش. این تمدن اسلامی به دو تا بال خودش گسترش پیدا. همینجا نکته بسیار مهم دیگری وارد امر میشه. همون زمانی که شما بهش اشاره میکنید، یعنی قرن دهم و یازدهم میلادی در حقیقت، که سرآغاز دوره تمدن سازی و شکوفایی علمی در بالا حالا شرقی امپراتوری اسلامی که میشود سرزمین خود ما ایران هست، همزمان با پیدایش دولت‌های محلی مثل سامانیان، طاهریان و دیگر دولت‌هایی است که با ضعیف شدن خلیفه در حقیقت بغداد، بخش‌هایی از خاک ایران رو در اختیار می‌گیرند و در پناه اونهاست که بو علی سیناها، ابو ریحان بیرونی‌ها و ده‌ها دانشمند دیگه شکل پیدا می‌کنند. اینها هیچ وقت این دانشمندان دربار خلیفه بغداد نیستند، دانشمندان حاکمانی هستند که در شهرهای مختلف ایران به کرسی قدرت تکیه زدند. درست عرض می‌کنم؟ پس این نقش استیت بیلدینگ یا مثلا دولت سازی، کشور سازی های ایرانیانی که بر علیه خلیفه سر به شورش برداشتن رو چگونه ارزیابی میکنید در همین بخش؟ بله، ببینید در این قسمت که برخلاف خلیفه سر به شورش برداشتن، این چیزها رو ما توی کتاب دو قرن سکوت آقای مفاتیح الجنان در واقع من اسمشو میگذارم، آقای زرینکوب خوندین، جاهای دیگه که بابک خرمدین، یعقوب لیث صفاری، سمک عیار، فلان حرفا رفتن شورش کردن و کارهای کمی حالت اسطوره سازی و چیزهایی که مثلا ممکنه امروز از قاسم سلیمانی یا یه روز دیگه از یک فرمانده دیگه ای بشنوید. تا چقدر به اینها میشه اتکا کرد جای سواله. به چه دلیل؟ ببینید ما وقتی صحبت از قدرت میکنیم و اشاره که کردید ضعف خلیفه‌گری در بغداد، اشتباه برداشت ما از نوع تفکرمون در مورد قدرته. ضعف نداشته، تضعیف نشده بوده. مدل اصلا استیت بیلدینگش، مدل حکمرانیش، گاورننسش این مدل بوده. همیشه امپراتوری های موفق رو ببینید، حتی در زمان کوروش رو نگاه بکنید، در این زمان رو نگاه بکنید، در جاهای دیگه دنیا رو نگاه بکنید، امپراتوری های موفقی که بزرگ بودن قدرت غیر متمرکز داشتند، یعنی در جاهای مختلف، محله های مختلف اصلا امکان قدرت میدادن، جنگی وجود نداشته. ببینید اگر مثلا ما میگیم که بخش ایرانی رفته با خلیفه جنگیده، مثلا هی فشار داده او رو ضعیفش کرده، خب مثلا قسمت همون اسپانیا و کوردوبا و شمال آفریقا و کناره‌های مدیترانه چی؟ چرا اونجا جنگ صورت نگرفته؟ چرا اونجا هم همچین استقلالی وجود داشته؟ اونجا که یعقوب لیث نداشته. خب نه آقای تهرانی، بذارید یه مقداری باید فکت بریم جلو. خب ببینید، ما مشخصا اشاره کنیم به دوره مأمون و پیدایش نخستین تمدن، نخستین حکمرانی مستقل ایرانی، یعنی طاهریان. طاهر ابن حسین ابن طاهر سردار مأمونه، بعدها بر علیه مأمون میشوره، در مرو حکومتی رو ایجاد میکنه که به رسمیت شناخته میشه و ارتش بزرگی هم در اختیار داره و اولین شاکله های ایجاد تفکر گفتمانی در حوزه علمی هم در دوره همین افراد شروع میشن. وارثان اونها هم سامانیان هستن که از قلمرو طاهریان بعد از سقوط طاهریان دفاع میکنند و باز ما شاهدیم که اونچه که شما بهش اشاره میکنید، یعنی شکوفایی علمی در بال شرقی امپراتوری اسلامی، در این بخش، یعنی در خراسان، در بغداد نیست،
درست عرض میکنم؟ منظور نه، در بغداد که ما به هر حال چرا داریم نهضت ترجمه، اونجایی که زمان که نهادی نمیشه زمان مأمون و اینجا، تو بغداد بیشتر وجود داره. ولی ببینید اون طرف ماجرا رو نگاه بکنید، شما چرا غرب رو در نظر نمیگیرید؟ آیا در غرب ما طاهریان داشتیم؟ آیا در غرب یعنی در شمال آفریقا و اندلس اسپانیا یا در کرانه های مدیترانه ما مثلا سفاریان داشتیم، طاهریان داشتیم، کسی شورید بر علیه خلیفه؟ پس چرا اونجام آزاد بود؟ پس چرا اونجام دانشمند داد بیرون؟ پس این اتفاق چه شکلی افتاد؟ این در واقع مدل خلیفه‌گری، ممکنه شورش هایی هم بوده، من شورش ها رو رد نمی کنم، تاکید می کنم من شورش ها رو رد نمی کنم، ولی به طور کلی وقتی ما در خلیفه‌گری عباسی رو نگاه می کنیم میبینیم قدرت غیر متمرکز رو بهش احترام میگذاشتن و بهش باور داشتن. اونا فقط میخواستن یک سیستم مالیاتی درست بکنن که بتونن امپراتوری حفظ کنن. طبیعتاً هم برای حفظ امپراتوری سیستم مالیاتی باید باشه. و یکی از نبوغ‌هایی که اتفاقاً شاید از معدود نبوغ‌هایی که اعراب اولیه داشتن، یک مفهومی بود که تا به حال در تاریخ وجود نداشت. هرگز اصلا به مغز یک آدم برسه این نبوغه. اونم بیت المال. به این خاطر که همیشه پادشاهان امپراتورها بودن که یک خزانه داشتن ازش میدادن به مردم. اینکه بیت المال یعنی یک خزانه، سیستم اقتصادی کشوری برای خودت درست بکنی که متعلق به مردم باشه، یک واقعا نبوغ‌آمیز بوده. این مدل در زمان عثمان به خصوص تکمیل میشه و یواش یواش ادامه پیدا میکنه تا زمانی که اموی ها در مرکز از بین میرن و عباسی ها میان. اما اموی ها در اندلس از بین نمیرن، تا آخر عبدالرحمن در اندلس بوده و بعد از اون هم اموی ها چون خیلی به زبان امروز ما سکولار بودن، تمدنی که ما در اندلس میبینیم به جهت همین ادامه پیدا کردن اونها در اونجا بوده. خب آقای، در همین مقایسه که میکنیم تقریبا به طور همزمان، شاید اندکی جلوتر، یکی از بخش های بسیار مهم، حالا مصر رو اگر ما مثال بزنیم، دوره ایست که حکومت سفیانیان در مصر ایجاد میشه. حاکمان عربی هستند که از خلیفه در حقیقت تبعیت نمی کنند در دوره عباسی و خودشون رو مستقل میدونند از اونچه که عباسیان دارند و خودشون رو عقبه بازمانده امویان خطاب میکنند. یعنی اونچه که ما به مجموعه سفیانیان در مصر داریم، برای سالها اینها اونجا حضور دارند و خراجگزار بغداد هم نیستند. این عدم حضور دولت مرکزی عباسی در شرق و غرب، آره، این نشانه ضعف این حکومت بعد از مأمونه، بعد از البته در حقیقت هارون، بعد از هارونه، یا این استقلالی که شما دارید میگید نشانه مناعت طبع عباسی هاست که به شرق و غرب مملکت خودشون اجازه دادن که دیگرانی در اونها حکومت کنند، صرفا به شرط مسلمان بودن؟ ببینید سوال خوبیه، منم این سوالو دارم دقیقاً، نمیخوام بهش پاسخ بدم ولی دو سه تا اشاره بهش میکنم. من همین سوالو دارم، سوال بسیار بسیار دقیقی هستش. چطور اعراب وحشی سوسمارخوره، آدمکشه، خون بریزن، شهر از بین ببرن، تمام جوی پر از خون، از این حرفای رمانتیک فیلمای هالیوودی که ما شنیدیم در مورد دوران دوران فتح اسلام، حالا اسمش هر چی میذارن، فتح عرب، از این چیزا شنیدیم. چطور یک دفعه از بین میره؟ چطور دیگه در تمام این امپراتوری سرباز وجود نداره؟ این عربا یه دفعه خوی وحشیشون از بین رفت؟ آقای جلالی 300 سال صحبت 300 سال میکنیم از اون زمان تا به این زمان، یعنی از اون آغاز تا به اینجا دست کم 300 سال زمانه حداقل. ببینید قاعدتا وقتی امپراتوری رشد میکنه، در این 300 سال رشد کرده، درست. امپراتوری کوچیک نشده، از بین نرفته. وقتی امپراتوری رشد میکنه و ادامه پیدا میکنه و به هر حال خلیفه بغداد کماکان به عنوان حکمران هستش تا زمانی که مغول ها میان و امپراتوری پاشیده میشه، ما در اینجا هیچ گونه جنگی نمیبینیم. چرا برای 300 سال به قول شما جنگی وجود نداره؟ چرا در اندلس اصلا اینا سرباز تربیت نمیکنن؟ سخت بوده، بلدن امارت بسازن، بلدن الحمرا بسازن، بلدن کتاب ترجمه کنن، بلدن علم جراحی پزشکی فلان حرفا، سرباز درست کردن براشون سخت بوده؟ چرا سرباز درست کردن؟ اجازه بدید من همینجا داخل پرانتز اضافه کنم. یکی از نقدای دیگه که میکنن برخی از این دوستان،
البته ما وارد بحث اصلی خودمون شدیم در حقیقت، ولی این بد نیست بگم. اشاره شما به همون چه که در اندلس گذشته، برخی ها میگن این حرفای شما مطابق با اون چیزی است که در حقیقت مرتضی مطهری یکی از توریسین های حکومت اسلامی در بعد و پیروزی انقلاب در ایران در مقدمش روی کتاب آقای زرنینکوم که شما بهش اشاره کردید، دو قرن سکوت، همین مسائل رو و همین مثال ها رو ایشون آورده و در اون کتاب قرار داده، در اون مقدمه‌ای که بعد از انقلاب البته اضافه شده. خب آیا واقعا همینطور؟ یعنی این چه که ما داریم اشاره میکنیم استناد حرفایی است که شخصی مانند آقای مطهری به عنوان یکی از تئوریسین های حکومت اسلامی اون رو مطرح میکنه؟ ببخشید از این کلمه استفاده میکنم، ولی لازم هست بگم آقای مطهری هر حرفی زده مزخرف گفته، خیلی روشن. بعد و اینها در واقع همون نگاهو دارن، یعنی اتفاقا مشکل ما همینه. باستانگرایه های ما که اسمشون مثلا یه دفعه اسمای خیلی اصیل ایرانی میشه و واسه خودشون فامیل اسمشون رو عوض میکنن، از این کارا میکنن، همون نگاه عوامانه ای رو دارن و نگاه بایس جانبداری رو دارن که افرادی مثل مرتضی مطهری دارن نسبت به تاریخ. اینها میخوان جانبدارانه حرفشون رو بزنن. مشکل بزرگ تاریخ ما این هستش که به خصوص تاریخ این 1400 ساله اخیر رو مسلمون ها واسه ما روایت کردن، خب بعد شروع کردن عوضش کردن. اون دوران باستانش هم همینطوره. این ضعف تاریخیه. به من اجازه بدید من اینجا یه اشاراتی بکنم. خواهش میکنم بفرمایید. داره میخواد بگه اسلام. من دقیقا ادعای برعکس دارم، میگم اسمش تمدن اسلامی شاید بشه گذاشت به خاطر اینکه موتیویشنش اسلامی بوده. اصلا اینکه تمدن رو چه اسمی بذاری هم جای سواله. خب خیلی معتقدن که نباید اسمش رو اسلامی گذاشت، ولی اسمش رو تمدن اسلامی عربی میگذارن. یه مقداری به نظر من این کلمات هرچند خیلی متکی به اسم نیستیم، ولی اینا جنبه علمی میتونه داشته باشه. ولی اتفاقا در این دوران که ما این شکوفایی رو داریم میبینیم، اسلامی وجود نداره. من برای شما مثال زدم، در زمان بو علی سینا و در زمان ابو ریحان که ATS بوده، ابو ریحان اعتقاد به خدا نداشته. خب حتی متلک میگه به ابو علی سینا، میگه که تو هنوز تو همون متافیزیکت هستی، اونجاها داری سیر میکنی. اینا رو متافیزیک ارسطویی و به هر حال اسلامی که ابو علی سینا قاطع کرده بود. ابو علی سینا اعتقادات مذهبی داشته تا حدودی. آیا آقای مطهری اینو میگه که آقای ابو علی سینا وقتی که قرآن درس میداده شرابم میخورده؟ آیا اینا رو حاضر بگه؟ آیا اصلا دنبالش رفته؟ موضوع اینه که ما در اون دوران شریعت رو نداریم، اسمش اسلامی هستش. اون برابری ها و آموزه های اولیه اسلام که به نسبت خوب بودن، متفاوت هم بودن، وجود داشته، ولی فقه و اینا نبوده. شریعت مدارها فقها ها بودن ولی زورشون نمیرسیده، صدای سیاسی نداشتن. دقیقا معکوس اون چیزیه که آقای مطهری میگه. اگر اسلام و این فرامینی که امروز داشت میدیدیم، اون موقع ما نابود شده بودیم مثلا تا امروز هم ادامه خب بدانه. همینجا آیا میشه ببخشید من قطع میکنم صحبت شما رو، چون ماشاءالله بزنم به تخته، هم خوش صحبت این، هم میرید به جاهای مختلف. این سنت آخوندی که بریم به ده منظر سر بزنیم، منبر سر بزنیم و برگردیم سر منبر اول رو شما بدتر از من دارین. برای همین من میگیرم که بحث توی جریان بره. آیا شما میگید یعنی این نگاه فقه محور، شریعت محور که در اون زمان در ایران نیست، زمینه شکوفایی علمی رو ایجاد میکنه؟ پس میتونم این نتیجه رو بگیرم که اگر در شبه جزیره ما این رشد رو نمیبینیم، به علت ریشه داشتن همین شریعت محوری در خود شبه جزیره است و بافت بسیار بسیار قدیمی و غیر متمدن قبیله‌ای هر دوش. یعنی اینکه اون زمینه‌های تمدن‌های اولیه هنوز اونجا حاکم بوده در تمام این دوران، درسته؟ در شبه جزیره چیزی نبوده. ببینید البته عربستان، و حالا اینم باز یه اشاره دیگه است، اینو تو پرانتز میگم، عربستان سعودی قبلش هیره و اینها تمدن داشتن. خود کشور عربستان اینو از بین برده. اخیراً یک نمایشگاهی برگزار شد در اسمیتسونیان واشنگتن دی سی که اینا مجبور شدن، به خاطر اینکه دیدن که خیلی دارن عرب ها و اسلامشون و اینها این مفهوم رو پیدا میکنه که انگار یک دفعه از زیر بت در آمدن، مجبور شدن یه سری بت‌هاشون ارزش باستانی داره، از زمان مثلا 500 سال قبل از اسلام در شبه جزیره بوده، اونجا رفت و آمد بوده، تمدن وجود داشته.
مجبور شدن که بیارن رو بکنن و در اسمیتسونیان برنامه گذاشتن به نام The Road of Arab یا همچین چیزی که اینها رو کردن، ولی چون از دید خودشون بت حساب میشده، از دید ما اینها نمادهای باستانی مهمی حساب میشده، یه مقدارش رو کردن. به هر حال اونا داشتن، ولی در کل طبق جزیره هیچ وقت متمدن نمیشه به خاطر اینکه قربون زبونتون رسیدیم سر اون بحث اصلیمون. هنوز بعد 1400 سال این تفکر اونچه که یک مجسمه باستانیست رو بت تلقی میکنه. چطور ممکنه این تصور، این بت‌گرایی رو وقتی وارد ایران شده باشه در مقابل نقش برجسته های ایرانی یا مجسمه های ایرانی گاوان و شیران بالدار نکرده باشه؟ چطور ممکنه تصور کنیم وقتی اینها وارد سرزمین مرفه و متمدن مانند ایران شدن که در اون مجسمه سازی بخشی از فرهنگ مردم بوده، به گمان به ظن بت بودن اونها رو تخریب نکرده باشن، نسوزونده باشن یا نابود نکرده باشن؟ بله، ببینید، اولین کسی که به اعتقادات دیگران احترام نگذاشت بلکه اعتقادات دیگران رو از بین برد، که من این رو معمولا به مسلمان ها و به خصوص به روشنفکران دینی میگم و هیچ پاسخی هم براش ندارن، این هستش که محمد بود. محمد وقتی آمد در مکه و بت‌ها رو از بین برد، یعنی در واقع به اعتقادات دیگران توهین کرد دیگه، به این سادگی. خب این چیزی که مسلمان ها میگن به اعتقادات ما توهین نکنید، اولین کس محمد هستش که توهین میکنه. بله، بیایم ما عرب رو با عرب، تمدن اسلامی با تمدن اسلامی با یا چیزای دیگه تفکیک کنیم. چیزهای مختلفی وجود داره. در ایران ممکنه همچین اتفاقاتی افتاده باشه. من دارم اینو میگم، میگم ما در بیزانتین اینو نمیبینیم. اونجا باید یه چیزی شکسته باشه. ببینید، اونجا باید یه چیزی تخریب شده باشه. اونجا باید یه چیزی از بین رفته باشه. ما این رو نمیبینیم. اونجا اگر شیر بالدار داشته، اگر آثار باستانی داشته، شما الان از بلنشید به آنتالیا، بلنشید برید افسوس، با مردم اینا بلنشن میرن اینجا رو میرن، برن یه سری آثار باستانی اونجا رو نگاه بکنن. این آثار باستانی توسط مسلمان ها از بین نرفته، تخریب نشده، با حتی خیلی جاها کنارش روش ساخته شده. بنابراین باید تشکیک بکنیم به حرفایی که شنیدیم. بسیار ممنون. من فقط داخل پرانتز باز این جمله رو عرض کنم، چون خیلی ها شروع کردن آی سید مهدی جلالی تهرانی این پسر پیغمبره، برای همین داره دفاع میکنه. جملاتی که الان آقای تهرانی در مورد محمد ابن مصطفی پیامبر آیین اسلام و بنیانگذار این تمدن مطرح کردن، که اگر حساب کنیم به اون اصالت اون ژنی که امروز هم به صورت جوک مطرح شده بین دوستان از طرف آقای پسر آقای عارف، فکر میکنم پاسخ بسیار دندان شکری به همه اون افراد شما دادین. آقای تهرانی، در ایران و در قرن سوم و چهارم بعد از اسلام، همون زمانی که شما ازش عصر طلایی یاد میکنید، تفکر علمی گسترش زیادی یافته. چرا این تفکر علمی زمینه بروز و ظهور پیدا میکنه و چرا پادشاهان این عصر، حالا ساسانیان، طاهریان، عباسیان، هر که هستن، تا به این اندازه برای عالمان دینی و علم پژوهان در حقیقت عالمان علمی، علم پژوهان انقدر ارزش قائلن؟ بله، ببینید، این مسئله مورد تحقیق قرار گرفته و کماکان داره مورد تحقیق قرار میگیره. ببینید، اولا یکی از چیزهای خجالت آور ما این یک سوال رو من باید به من یه مقدار وقت بدید، چون نیاز به منبع شناسی دارم. حالا باعث شرمندگی منه که بگم ما فقط 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. خب پس اینو اجازه بدید من خواهم گفت. ببینید، ما مسئلمون اینه، کسانی که باستانگرا هستن، من از باستان شروع میکنم، از دوران هخامنشی اینها. سوال من این هستش که ما دوران هخامنشی، در دوران کوروش، باید کسی بخواد با من صحبت بکنه، مناظره کنه، برای مثال باید بتونه 5 تا دانشمند اسم بیاره، 5 تا مثلا فرمانده اسم بیاره، شاعر اسم بیاره، تاریخ اسم بیاره، زمان کوروش، به جز خود کوروش کسی دیگه تو این 500 سال بوده یا نبوده، آدمهای دیگه. ما میریم ترکیه، با بنده تشریف بیارید بریم ترکیه. در ترکیه طرفای آناتولی با آنکارا فاصله داره، تقریبا وسطای ترکیه هستش، مرکز ترکیه هستش. ما به یه جایی برخورد میکنیم به نام چاتاهویوک. چاتاهویوک یک شهریه، 11,000 سال پیش به وجود میاد، حدود 9,000 سال پیش از بین میره، یعنی 2,000 سال تمدن بوده.
2000 سال تمدن بوده. ببینید چه زمان، 11000 سال پیش تا 9000 سال پیش. برید اینجا رو ببینید و عکساشو ببینید، روی اینترنت هستش. تحقیقات چیه؟ دارن ژن شناسی میکنن و میبرن توی جدول ژنوم، نگاه میکنن که خونه ها کنار هم چه شکلی ساخته شده، مردم غذا چی میخوردن، روابط جنسیشون چه شکلی بوده، یعنی زن و مرد چه شکلی با هم ازدواج میکردن، ازدواج میکردن نمیکردن، بعد زبالهشون رو چه کار میکردن، مدفوعشون رو چه میکردن، مثلا آیا توالت داشتن نداشتن، بعد اپیدمیک بیماری ها رو باهاش چه شکلی روبرو می شدن، غذاشون و کشاورزیشون رو چه شکلی انجام می دادن. تک تک اینها، یعنی با مطالعات الان میشه تشخیص داد که تک تک اینها چی بوده. ما در مورد دوران باستان خودمون فقط تو کتاب، اونم 4 تا کتابی که فارسی از عربی بیهقی اینا در اومده، اینقدر محدودیم. یعنی این دردناکه. ما باید اصلا نگاهمون رو عوض بکنیم. هر کسی بیاد در اینجا حرف بزنه، اولین جمله من، هر کسی در هر جایی با من مناظره بکنه، میگم منبعت چی؟ تا زمانی که نگی منبعت ژنومه، جدول ژنومه و کشفای باستانشناسیه، اصلا کتابایی که خوندی قبول ندارم. نگاهمون رو باید عوض بکنیم. ما چیزی در مورد ایران باستانمون نمیدونیم، در حالی که بسیار تمدن بزرگی بوده. اون نشانه هاش نشانه های تمدن بزرگه. من تا اینجا نگه دارید. و متاسفانه جمهوری اسلامی باعث شده که این جور آثار باستانشناسی که ما هم حتما شهرهای 2500 سال آقای کوروش چیه، بیایم بریم ما مطمئنن 15000 سال 20000 سال، چون بشری که از هوموسیپیان هاست که از آفریقا میان بیرون از خلیج فارس رد میشن، آثار وجود داره. ما خیلی بیشتر از اینها میتونیم آثار پیدا بکنیم اگر برخورد علمی داشته باشیم. و گنجینه بزرگی زیر خاکمون هستش که اصلا خبر نداریم، ولی حالت مذهبی کوروش برای ما خدا شده، یکی دیگه واسش محمد خدا شده. اینجوری به مسائل عوامانه نگاه میکنیم. حالا برمیگردیم به در طول تاریخ خودمون، از همون 2500 سال، از 5000 سال، هر چقدر حساب بکنیم، تا امروز نگاه بکنیم که چه چیزهایی رو شاخصهای تمدن میدونیم و در اینجا کی بهترین بروز رو داشتیم. بدون تردید زمانی تمدن خیلی معتبره، میشه بهش افتخار کرد، که اصطلاحا بهش اینو میگن توی تمدن شناسی، تو کانتریبیوشن به جهان داشته باشی، به بشر داشته باشی، سهمی داشته باشی، چیزی از زندگی بشر اضافه کرده باشی. چه زمانیه؟ بیشترین کانتریبیوشن ما ایرانی ها به تمدن بشری در قرن 10 میلادی هستش، در زمان ابو علی سینا و ابو ریحان و رابندیه که ATS بوده. رابندی 140 کتاب و مقاله در رد وجود خدا می‌نویسه در اون زمان، در زمانی که عباسیان، خب در زمانی که از اون طرف شما برید مثلا تو اندلس، ابن میمون یک یهودی دانشمنده، خب نقش سیاسی داره، آدم بزرگی هستش. این آدم ها بودن، زرتشتی ها بودن، همه جا این رواداری بوده. ما سه کانتریبیوشنی که به جهان داشتیم با ابو علی سینا، با ابو ریحان. ببینید ابو ریحان مسئله کروی بودن کره زمین رو و دور خورشید گشتنش رو تا اونجایی که میدونم خیلی قبل از گالیله گفته، گالیله بعدن خونده اینها رو. اون سهم رو از دست دادیم، خودمونم از دست دادیم. به ایرانی ها مراجعه بکنید و تمام کسانی که مدعی هستن در این زمینه، اغلب ما ایرانی، آقای آقا زمانی، تعارف رو بذاریم کنار، عربی بلد نیستیم، بنابراین مفاخرمون رو بعدم تازه تازی زدائی و از این حرف هم که داریم میذاریم به فارسی سره که یک حماقت مطلقه، مفاخر خودمون رو داریم از دست میدیم. ما به جای اینکه ابو علی سینا بخونیم، ما به جای اینکه ابو ریحان بخونیم، به جای اینکه کتاب‌های ابو علی سینا و ابو ریحان، ببینید فاجعه چقدره. اینها یکیشون 280 جلد کتاب نوشته، اگر درست بگم، عددام دقیق نیستش، حالا به هر حال یکیشون 400 خورده تو تاریخ اومده، الان از هر کدومشون حدود 20 تا مونده مثلا، یه عدد دقیق نیست، و الان اینا هنوز ترجمه نشده. ببینید الان دانشگاه پرینستون، دانشگاه هاروارد، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه معروف انگلیس و فراموش که کمبریج، اینها دارن ترجمه میکنن، یعنی کار اینا و ابو ریحان رو. ما چون اینا رو از دست دادیم، آمدیم به چرت و پرت گفتن رسیدیم، داریم حکمتمون رو، دانشمون رو میریم، به خاطر اینکه فارسی بلدیم، عربی بلد نیستیم، میریم از فردوسی، میریم از حافظ، میریم از مولانا، تازه حافظ و مولانا هم که کلی شعر عربی دارن، میخوایم حکمت رو از اینها بگیریم. منابعمون شاعر شدن به جای اینکه دانشمند باشن. و
این ضعف بزرگیه. از طرف دیگه چیزهایی به فردوسی میبندیم که واقعیت نداره. دو تا شعر از خیلی از ایرانی ها بپرسی، دو تا شعر بیشتر از فردوسی بلد نیستن. یکی بسی رنج بردم در این سارسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، که مال فردوسی نیست، از آقای دکتر جواد خالق مطلق بپرسید. یکی دیگه هم چو ایران نباشد تن من مباد، اینم مال فردوسی نیست. توانا بود هر که دانا بود هم خیلی ها بلدن. چون یک زمانی رو کتاب های درسی می نوشتن توانا بود هر که بود دانا بود. من یک اشاره کوچولو به همین بسی رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم. آقای جلالی تهرانی عزیزم، ما اوورتایم کردیم، ما تایممون رو هم 2 دقیقه رد کردیم. اجازه بدید که در هفته آینده حتما این بحث رو با هم پی بگیریم. ابعاد گفتگو میتونه خیلی گسترده باشه، علی‌رغم انتقاداتی که انجام میشه یا مباحث ناشایستی که خطاب قرار میدن حقیر کمترین و شما رو. از اینکه به عنوان بخشی از این بحث این اجازه رو دارم تا سوالهای منطقی رو از شما بپرسم سپاسگزارم. از وقتی که من دادید بسیار ممنونم و سعید صدری که به خرج دادید. مهدی جلالی تهرانی که از سان فرانسیسکو همراه من بود. از شما خوبان هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. فراموش نکنید اون چه ما میگوییم نه مدرک متقن هست، نه اینکه قرار هست در هیچ محکمه‌ای بر علیه ایران یا به نفع ایران از اون استفاده شه. ما فقط صحبت میکنیم، گپ میزنیم و از این گفتگو سوال میتراشیم برای ذهن‌های پویایی که میخواهند حقیقت رو دنبال کنند. وقت خوش، خدا نگهدار.